بدبخت ملتی که تاریخ خود را ندانند، تیره بخت‌تر از آن ملتی که علاقمند به دانستن تاریخ خود نباشند، شوربخت‌تر از همه ملتی است که تاریخ خود را به ریشخند بگیرد. تاریخ مشروطه ایران، نوشته احمد کسروی، تهران 1319، ارائه‌ای از بنیاد آینه. محمد علی میرزا از ایستادگی و نبرد آشکار نومید گردیده، در نهان به کارشکنی هایی می پرداخت و کسانی از پیرامونش که سید محمد یزدی و مفاخر الملک و مفاخر الدوله و دیگران می بودند آسوده نمی نشستند و در سایه بدخواهی های اینان بود که در پیرامون های شهر ناایمنی پیدا شده و کسی به جلوگیری بر نمی خواست. حاجی مشیر دفتر که می بایست دستورهای انجمن را به کار بندد، بی‌پروایی نشان می داد. مرکز غیبی باز فرصت یافته به کار برخاست. بدین سان که روز یک شنبه سوم آذر، یک دسته از مجاهدان به انجمن رفته و از نابسامانی کارها و از ناایمنی پیرامونهای شهر و بیپروایی حکمرانان گله و ناخشنودی نمودند و فردا همگی بازارها را بسته در انجمن و پیرامونهای آن گرد آمدند. کسانی رفته و علما و دیگران را به انجمن آوردند و گله های خود را گفته و چاره خواستند و چنین گفتند: اگر چاره نکنید، ما بازارها را نخواهیم گشود و از اینجا بیرون نخواهیم رفت. از هر سو آوازهای شور و خروش شنیده می شد. مجتهد با تلفن از ولیعهد خواهش فرستاده ای کرد که بیاید و درخواستهای مردم را بشنود و رفته به او بازگوید. ولیعهد نیر السلطان را فرستاد، ولی او چون آمد و سخنان مردم را شنید، رفت و دوباره آمد، پاسخ درستی نیاورد. ولی عهد بی پروایی نموده و چنین گفته بود: اهالی خاطر جمع شده متفرق شوند. مردم از این پاسخ برآشفتند و باز هیاهو برپا کردند و سخنان تندی گفتند. شیخ سلیم، میرزا جواد و میرزا حسین هر یکی جداگانه به مردم سخن راندند و آنان را خاموش گردانیدند. پس از گفتگو چنین نهادند که خود علما به باغ نزد محمد علی میرزا روند و با او چگونگی را به میان نهند، و چون علما رفتند و گله های مردم را باز نمودند، محمد علی میرزا باز سپر انداخته و گردن به درخواست ها گذاشت و با نویدهایی علما را بازگردانید. مردم نیز رام گردیده از فردا بازارها را باز کردند. در پی این پیش آمد بود که از تهران حاجی مهدی آقا و دیگر بازرگانان را به تلگراف خانه خواسته و گفتگوی بانک ملی را به میان آوردند. اینان پاسخ دادند که نشستی برپا کرده و به مشورت پرداخته نتیجه را آگاهی خواهند داد، و این بود روز آدینه 8 آذر در خانه حاجی مهدی آقا با بودن مجتهد و ثقت الاسلام و میرزا صادق آقا و حاجی میرزا محسن و حاجی سید المحققین و دسته ای از بازرگانان و دیگران نشستی برپا نمودند و زمینه را به گفتگو گذاردند و پس از سخنانی چنین نهادند که با بنیاد گذاردن بانک ملی همراهی نمایند و در اینجا هم پول هایی گرد آورند، ولی با دادن وام به دولت که بیشتر آن به کیسه بدخواهان توده خواستی رفت هم داستان نباشند، و در این باره دو تلگراف، یکی با دستینه علما و دیگری با دستینه بازرگانان به تهران فرستادند. ما تلگراف بازرگانان را در اینجا می آوریم.
حضور محترم آقایان اعضای مجلس مقدس شورای ملی و عموم آقایان تجار محترم دام اجلالهم. در خصوص استقراض و تأسیس بانک ملی قرار بود مذاکره عمومی شده جواب داده شود. این است که عرض می شود روز جمعه 13 ماه در محضر علمای اعلام و حجج الاسلام و جمعی از رجال دولت و تجار این مسئله طرح شده مذاکره شد. تمامی طبقات محترمه با کمال طیب خاطر در تأسیس این بانک ملی که اسباب استخلاص دولت و ملت است حاضرند، ولی آنچه در این باب می‌خواهند تأمینات است. می‌فرمایند از قرار مذکور بودجه مملکت فوق القایه جاخالی دارد. اولا باید بودجه مملکت اصلاح شود تا در آتیه حاجتی به استقراض جدید نشود و تا قانون اساسی به استحضار وکلاء اطراف محکم و بودجه اصلاح نشود امکان تأسیس بانک نخواهد بود. خواهید فرمود که قانون اساسی اول سال نو به موقع اجرا گذاشته خواهد شد و دولت فعلا محتاج 5 کرور است و تا اول سال جدید این وجه را اشد احتیاج است. جواب می‌فرمایند که امناء دولت به حمدالله متمول‌ترین اهالی ایران هستند و جمعی از ایشان را مخصوصاً ممکن است که در اذا الله روت فوق‌العاده که از سایه دولت از ممرهای مخصوص تحصیل کرده اند 5 کرور سهل است، اضعاف آن را مجاناً تقدیم نمایند. تا چه رسد به عنوان قرض؟ اما استقراض از خارجه را به هیچ وجه تصویب نمی نمایند و رضایت ندارند. رفتن محمد علی میرزا به تهران. در این میان ناخوشی مظفرالدین شاه سخت‌تر گردیده و برای محمد علی میرزا یک گرفتاری دیگری پیش آمده بود، زیرا شعاع السلطنه بار دیگر آرزوی ولیعهدی را دنبال می‌کرد و به کوشش‌هایی می‌پرداخت. محمد علی میرزا از این می‌ترسید که سران آزادی به وی گرایند. از این رو در حال آنکه دشمنی سخت با مشروطه می‌داشت و در نهان به برانداختن آن می‌کوشید و چنان که دیدیم با تبریزیان همیشه در نبرد می‌بود، در بیرون می‌کوشید دلجویی از سران آزادی در تهران کند و دشمنی خود را با مشروطه پوشیده دارد. برای این نامه ای به شادروان طباطبایی نوشت که او هم فرستاد و در روزنامه مجلس به چاپ رسید. ما آن را در اینجا می آوریم. از قراری که شنیدم از تبریز کاغذی به جناب عالی نوشتند که ولیعهد مخالف با عقاید ملت است و مجلس را که بندگان اقدس همایونی ارواح نافدا داده است ولیعهد قبول ندارد. اولا به ذات مقدس پروردگار قسم است که این مطلب به کلی خلاف و بی اصل است و من از خدا می خواهم که انشاء الله این دولت و ملت ترقی کرده و رفع این مذلت ها بشود. ثانیاً به سر جدت قسم که اگر آدمی به عتبات فرستاده باشم، اگر من آدم به عتبات فرستاده باشم، در پرده نخواهد ماند و آشکار خواهد شد. برای چه و چرا باید من مخالف این عقیده و منکر آبادی مملکت باشم؟ ثالثاً از شخص شما تعجب دارم چرا این خیال و تصور را نسبت به من نموده اید و چرا این کاغذ را باور کرده اید؟ مگر خودتان آن اشخاص مغرض را نمی دانید؟ این سهل است، 1000 از این اقدامات در علیه من می نمایند، شما چرا باور کنید؟ خواهش دارم سایرین را هم خودتان اطلاع دهید که بدانند این تهمت است و منتظر جواب کاغذ هستم، زیاده زحمت ندارم. از این نامه پیداست که تا چه اندازه می ترسیده است و تا چه اندازه فروتنی می نموده. از بهبهانی پاسخ می طلبد که از همراهی او دلگرمی پیدا کند.
در همان روزها بدخواهی او با مشروطه در تهران و دیگر جاها به زبانها افتاده بود، چنان که در مجلس هم گفتگو از آن به میان آمد. میتوان پنداش که شعاع السلطنه و کارکنان او این سخن را رواج میدادند. در جایی که خود شعاع السلطنه به بدخواهی مشروطه شناخته تر از این می بود و در سایه ستمهایی که در فارس کرده بود، مردم او را بیشتر دشمن می داشتند. هرچه است، این نامه سراپا دروغ محمد علی میرزا به جا افتاده و کسان بسیاری که یکی از آنان مدیر حبل المتین بود، از چاپلوسی یا از ناآگاهی همین را دستاویز گرفته به ستایش های گزافه آمیزی پرداختند و او را یگان حامی مشروطه نشان دادند. شگفت‌تر از همه خوشگمانی دو سید درباره او می بود. این نمونه هوشمندی محمد علی میرزاست که با آن همه دشمنی با مشروطه، کسانی همچون بهبهانی و طباطبایی را فریب می‌داد و هواخواه خود می‌گردانید. کشاکش ولیعهدی در نهان می‌رفت و بیش از همه رنگ سیاسی به خود می‌داشت و این است ما از آن آگاهی درستی نیافته‌ایم. هرچه بود، این بار هم فیروزی محمد علی میرزا را شد و چون ناخوشی شاه روز به روز فزونتر می گردید و امید بهبود کمتر شده بود، به نام آنکه به فرنگستان خواهم رفت، او را از تبریز خواست که رشته کارها را به دست گیرد. این تلگراف روز 8 آذر رسید و محمد علی میرزا با شتاب بسیج راه کرد و شاهزاده امام قلی میرزا را به جای خود گذاشت و روز سه‌شنبه 12 آذر با پیرامونیان خود از تبریز روانه گردید. مردم پاسداری نمودند و آن روز بازارها را بسته و برای راه انداختن او در خیابان و بیرون شهر گرد آمدند. این رفتن او یک سود و یک زیانی داشت. سودش این بود که تبریز آزاد گردید و کوشندگان آزادانه توانستند اندیشه های خود را درباره پدید آوردن مجاهدان و دیگر چیزها به کار بندند. زیانش آن بود که تهران که پایتخت کشور است گرفتار کارشکنی های او گردید. داده شدن قانون اساسی. چنان که گفتیم، نظامنامه یا قانون اساسی نوشته شد و برای دستینه شاه به دربار فرستاده گردیده بود و درباریان چون همیشه به جلوگیری از کار مشروطه می کوشیدند، آن را نگه داشته باز نمی گردیدند. سپس چون فشار مجلس را دیدند، درباره برخی از بندهای آن گفتگو پیش آوردند، از جمله درباره مجلس سنا به گفتگو پرداختند و خواست درباریان این بود که مجلس سنا را چنان گردانند که دارالشورا در زیر دست او باشد و ارج بیشتر را آن مجلس دارد. نمایندگان خواست آنان را دریافته پاسخهایی می دادند. بدینسان گفتگو می رفت تا روز دوشنبه 25 آذر ولیعهد به تهران رسید. از سوی آزادی خواهان و دیگران پیشواز با شکوهی به جا آمد و از سوی مجلس نمایندگانی برای گفتن خوش آمدید به پیش او رفتند و چون از همان روزهای نخست شاه او را جانشین گردانیده، خود را کنار کشید و از این سوی محمد علی میرزا هنوز خود را نیازمند پشتیبانی بهبهانی و طباطبایی می دید. گفتگو درباره قانون اساسی همچنان پیش می رفت. محمد علی میرزا حاجی محتشم السلطنه و مشیرالملک پسر مشیرالدوله صدر اعظم را از سوی خود به مجلس فرستاد که بیایند و درباره برخی از بندها گفتگو کنند و اینان نیز بیشتر در زمینه مجلس سنا گفتگو کردند و هرچه بود آن را به پایان رسانیدند. روز یک شنبه 8 دی ماه، مظفرالدین شاه که بازپسین روزهای زندگی را به سر می برد،
به آن دستینه نهاد و سپس ولیعهد پیروی نمود. بدین سان برای توده ایران قانون اساسی داده شد. مردم از این شادی ها نمودند و روز سه‌شنبه را برای آوردن آن به مجلس برگزیدند. آن روز همگی علمای بزرگ و کسان دیگری در مجلس گرد آمدند و تماشاچیان همه آن پیرامونها را پر گردانیدند. مشیرالدوله صدر اعظم و ناصرالملک وزیر مالیه و محتشم السلطنه و مشیرالملک قانون را برداشته آهنگ مجلس کردند. مجلسیان تا دم در پیشواز نمودند و به پاسداری و شادمانی بسیار آنان را به درون آوردند. سید محمد تقی هراتی که یکی از نمایندگان بود خطابه ای خواند. مردم شادمانی ها نمودند و آواز به زنده باد و استوار باد بلند گردانیدند. نمایندگان یکدیگر را بغل می گرفتند و از سر و روی یکدیگر می بوسیدند و برخی از شادی گریه می نمودند. آن شب در مسجد مروی جشنی گرفته شد و شادروان بهبهانی پیش آمد را به انجمن تبریز و دیگر جاها آگاهی داد. فردا شب باز در مدرسه سپهسالار به جشن و چراغانی پرداختند. آن روز به این چیزها ارج بیش از اندازه خود داده می شد. مردم از سادگی به اینها دلبستگی بیشتر می نمودند. این بسیار ارج می داشت که کشوری که قرنها با خودکامگی و در دست هوسبازان و ستمگران زندگی کرده بود کنون دارای یک قانونی باشد و دیگر دست ستمگران و هوسبازان باز نباشد. هر بندی را که از قانون اساسی بسنجیم برای مردم ایران مایه آسایش و پیشرفت می بود. ما به این خورده نمی گیریم که به چنین قانونی ارج می گذاردند و شادمانی می نمودند. ایراد ما از آن است که ساده دلانه تنها داشتن این قانون را چاره همه دردها می شمردند. مثلا اگر کسی گله از ناایمنی کشور می کرد یا ناله از بدخواهی درباریان می نمود، شنونده در زمان پاسخ می گفت بگذار قانون اساسی برسد، همه اینها درست خواهد شد و این بدخواهان در جای خود خواهند نشست. از سادگی، گرفتاری ها و پابندهای بزرگی را که می داشتند، از پراکندگی اندیشه ها و از آلودگی خوی ها و از دستاندازی های بیگانگان نمی دانستند و دلهای خود را با این چیزها خوش می کردند. چنان که گفتیم نخست درباره دبستان ها این خوشگمانی ها را می داشتند و چنین می پنداشتند که همین که جوانان از آن دبستان ها بیرون آیند ایران گلستان خواهد بود. سپس که داستان مشروطه پیش آمد هر زمان به چیز دیگری دل می بستند. این زمان به قانون اساسی دل بسته بودند و این است از داشتن آن شادمانی بی اندازه می نمودند. دارالشورا روز به روز به ارج و نیرو می افزود. رسیدن نظامنامه داخلی و قانون اساسی راه کار را روشن‌تر گردانیده و این بود چنان که تبریزیان یادآوری کرده بودند بر آن شدند که به یک اندازه گردانیدن درآمد و در رفت دولت پردازند و به گفتگو از آن برخاستند. روان گردانیدن نمایندگان از آذربایجان. چنان که گفتیم در تبریز برگزیدن نمایندگان انجام گرفت، ولی چون بسیاری از آنان که برگزیده شده بودند و از مجتهد و ثقت الاسلام بی پروایی می نمودند و دانسته نبود که پذیرفتند یا نه و از آن سوی دانسته نبود در رفت سفر را از کجا پردازند، کار همچنان بی نتیجه می ماند.
در این میان از تهران چند بار یادآوری کردند و نیز مجاهدان فشار آوردند و این بود انجمن به آن پرداخت و پس از گفتگوی بسیار کسان پایین به نمایندگی شناسانیده شدند. حاجی میرزا ابراهیم آقا، آقا میرزا فضل علی، سید حسن تقی‌زاده، مستشار الدوله، حاجی امام جمعه خویی، احسن الدوله، هدایت الله میرزا، میرزا عبدالرحیم طالبوف، میر هاشم دوچی، حاجی محمد آقا حریری، حاجی میرزا آقا فرش فروش، شرف و دوله. تقی‌زاده چند روز پیش از جنبش تبریز آهنگ مصر کرده بود و چون از برگزیده شدن خود آگاه گردیده یکسره روانه تهران شد و این زمان در مجلس می بود. میر هاشم نیز در تهران می بود و اعتبارنامه او را به تلگراف خانه فرستادند. آنچه می باید گفت این است که آن را انجمن برگزیده و خواستش دلجویی می بود. طالبوف در ولادی قفقاز می زیست و تنها به نام ارج شناسی از کوشش های پیشین او و از نوشته هایش او را برگزیدند. ولی او این زمان وامی زد و دلخوشی از این جنبش و کوشش ایرانیان نمی داشت. این در بسیار کسان است که در راهی که می کوشند چون به یک جایی رسیدند دیگر آزرده شوند و رو برگردانند. طالبوف از این کسان می بود و این زمان آزردگی ها می نمود. نامه ای از او در شماره دوم روزنامه ی انجمن است که چاپلوسانه محمد علی میرزا را حضرت اقدس والا ولیعهد ارواح نافدا می نویسد. نامه دیگری در شماره 33 آن روزنامه است که می گوید ایرانی که تا کنون اسیر یک گاو دوشاخه استبداد بود اما بعد از این اگر اداره خود را قادر نشود به گاو هزار شاخه رجاله دوچار گردد. آن وقت مستبدین به نابالغی ما میخندند و دشمنان اطراف شادی کنان لا حول گویند. فاش میگوییم که من این مسئله بیچون و چرا میبینم وگرنه بفرمایید کدام تبریزی قراج داغی است که برای منع دخول و سوختن نسخه های ملا نصرالدین به اقوای معاندین شورش نماید و از مجمع مطالبه اذن دخول بکند. هر کس حجب ولی نعمت خود را بگیرد و بخواند یا با نویسنده او مکاتبه نماید. چنین بی غیرت چه حق دارد خود را ایرانی حساب بکند؟ از مشروط گرفتن ایرانیان آزردگی می نماید. به این دستاویز که اگر نتواند خود را راه برند دوچار آشوب خواهند بود. یکی نپرسیده که چه می خواهی؟ اگر میگویی نمی بایست مشروط گرفته شود پس آن نوشته های تو بهره چه بود؟ اگر می بایست گرفته شود پس این سخنان دل سردی آور بهره چیست؟ بدبخت ملتی که تاریخ خود را نداند، تیره بختر از آن ملتی که علاقمند به دانستن تاریخ خود نباشد، شور بختر از همه ملتی است که تاریخ خود را به ریشخند بگیرد. تاریخ مشروطه ایران، نوشته احمد کسروی، تهران 1319، ارائه‌ای از بنیاد آینه.